سلام برای عکس یوتیوب سال اقتصادی هستم امروز اومدیم با حمید دکتر حمید توی تورنتو امروز میخوام بپرسیم آقا از من میخوام بپرسم که کسی در واقع این اپیزود واسه کسایی که میخوان توی داروسازی و این جور جاها شما تو ایران دکتر داروساز بود یاری درسته بله تو ایران چه دکتر داروساز میشی فقط یه سی ثانیه به من بگو ببین دکتر دار... متوجه تو ایران چی میشه چجوری دکتر دارو ساز میشی؟ الان من 18 سال همه رشتهای پزشکیه جز رشتهای پزشکی حساب میشه که علوم تجربی بوده حالا الان نمیدونم سبک و سیاقش به همون صورت کنکور یه مرحله داره دو مرحله داره اینا رو نمیدونم ولی وارد شاخه علوم پزشکی و بین همون سه رشته معروف پزشکی در پزشکی داروسازی جز تاپ لولش هستش دی. که واردش وارد میشی. بعد چند سال, سال مدرسه سال 6 تا 7 سال میتونه باشه میتونه 5 و نیم سال در کمترین حالت 6 سال تا 7 سال هم میتونه تز... طول بکشه بر اساس اینکه تزی که برمیدارن چقدر پیچیده است بعدش طرح داره تو ایران حالا اگه پسر باشن سربازی خانوما طرح اونم میتونه 2 سال باشه اگه مناطق محروم برن کمتره و بعدش دیگه میتونم بیام و مشغول به کار بشن ولی داروخانه خودشون رو درجا نمیتونن طرح اون چیزی که گورنمنت به شما میگه که فلان منطقه محروم به منطقه من نیرو میخوام برو اونجا با حقوق خیلی کم کار آها. پسرم باشی تو سرباز خونه باید بری کار کنی یا سرباز باشی آره میری تو سربازی و اونجا حالا دوره آموزشی داری ولی بعدش مثلا یه سمتی بهت میدن که حالا خیلی هم چیز خاصی نیست ولی تو همون سیستمی رو بعد میای بیرون حقوقم تقریبا نمیگیری یعنی تقریبا والنتیر این خیلی کم این حقوقه بعد دو ساله این هم دیگه. آره دو سال تقریبا هست کوتاه تقریبا بعد میای بیرون دیگه الان یه مدرک یه مدرک داری که داروساز بشی درسته مدرکی داری که حالا داروساز حساب دارو میشی و اوکی. بعد اینجا حالا نمیتونی هنوز داروخانه خود رو تاسیس بکنی یعنی تو ایران اینطوریه تو کانادا اینطوری نیست تو ایران میگن که برای اینکه این رقابت زیاده باید یه سری امتیازای جمع بکنی و این امتیازه با کار کردن توی اون شهر مثلا فرض کن که شما حالا توی شهر X کار بکنی هر سال ده امتیاز میگیری و ده سال کار بکنی میشه صد امتیاز وقتی صد امتیاز بگیری الیجبل میشی برای اینکه اپلای بکنی که داروخانه بزنی تو اون شهر حالا قوانین مقدار عوض شده ولی بیسش این شکلی بوده این تو ایرانه بقید وقتی بقید داروخانه هم... میزنی دو... الان مثلا من که نمیفهمم تو الان داروسازی آره. داروها مگه درست شده نمیاد دست تو تو چی بس میسازی اگه تو دارو خانه باشی رشته ما چیزه یتیمه ناراحت شدم ببین دکتر دارو ساز ما اسممون شاید فارمسیست ما چیزی رو نمیسازیم ما آنچه که از اطلاعات بیمار میاد به من میرسه مثلا فرض کن سوهل مراجعه میکنه به من داروی A, رو میخوره خب بعد میاد فامیلی فیزیشنش فردا یه داروی جدید برای سوهل میمیسه داروی دی هم اضافه میشین توی کاناداست بیشتر من میام نگاه میکنم میگم اوکی چون سهیل داروی ای بی و سی و دی او داره میخوره داروی بعدی ممکنه براش مشکل داره بشه فامیلی فیزیشنش ممکنه رو میس کرده باشه من بهش میگم نوت میزنم که حواست باشه اینجا ممکنه این دو تا دارو با خوب نرسه حال سهیل بد بشه از, از طرف دیگه توی کانادا من پروفایل تو رو دارم کل یعنی من زنجیره مشترک بین همه هلت هستم که تو وقتی پیش من میگیری من اطلاعات دارم و کل این مجموعه رو بهش نگاهی میکنم قضاوت رو بهتری دارم مثلا به این قضیه تو خیلی از موارد داروسازا اطلاعاتی که در مورد خود آیتم دارویی دارن خیلی بیشتر از پزشکاست خب متخصص حالا نمیگم چون متخصص اینه که کارش اینه که فقط با اون هلت کار با اون مدیکال کاندیشن کار بکنه مثلا کسی که متخصص پوسته فقط تو فیلد پوسته و طبیعتا داروهاش هم خیلی خوب میتونه بشنسه ولی من نه تنها پوست میشناسم بلکه گوارش هم خوب میشناسم داروهاشو سیستم اعصاب هم خوب میشناسم همه دارو رو خوب میشناسم و من میتونم تصمیم بگیرم که تویی که میخوای شروع بکنی دارو رو به نفعت هست اوتکامش قرار چی باشه و ساید افکت آیا برات مهمه یا نیست میتونم کاملا تو این زمینه داستان هندل بکنم توی ایران خیلی این قضیه متاسفانه اهمیتش کمتره توی ایران چیکار میکنن میگن یعنی نسخه که اومده با اون دستخط خانه پزشک رو نمیدونم اون اتفاقایی که هست دارو سازه بیاد چیکار کنه اینا رو چک بکنه همه اون چیزی که توی دارو خانه ها و چیزایی هست چون داروها فقط A, نیستش که A هست با مثلا کنترل ریلیز A داریم اینستنت ریلیز A داریم به صورت اینهیلر A داریم به صورت شیاف خب و اینا رو باید به درست دست دارو داده بیمار داده بشه و خیلی از داروها تشابه اسمی ممکنه داره اینا رو باید به حال حواسش باشه ببینه که این تشابه اسمی مثلا فرض کن سوهل اومده سرما خورده بعد به نظر میاد اینجا دکتره مثلا نوشته که مثلا یه داروی سرما خوردگی یه داروی مثلا نقرس نوشته خب این چه ربطی داره به سوهل سوهل سرما خورده و میگم سوهل مثلا در مورد نقرس با دکتر صحبت کردیم یه نه میگم خب این دارو شبیه اونه پس من دیگه ذهنمو از اون پاک میکنم میگم پس برم در مورد چیز بگردم سما خورده ببینم این چی میتونه باشه رمزگشایی میکنم از این قضیه کلا داروساز خیلی میتونه کمک باشه به بیمارا و تو ایران حالا مشکل قانونی داره انقدر که جو به پزشکا و داروساز زیاد سنگینه که نقش داروساز خیلی کم و بیشتر همون نسخه رو آماده میکنن و چک میکنن و میدن نسبی بیمارا ولی اینجا اصلا فاندامنتال اصلا یک قضیه خیلی محکمیه داروساز نقشه یه خودم اشتباه نگم همین دو سه ماه پیش قانون عوض شد که اونا دست داروساز رو باستر هم کردن آره گفتن یعنی دستش تو خیلی از واسه یه سری مریضیا میتونم از تو بپرسم تو اگه صلاح بدونی بهم به دارو رو میدیدی آره لازم نیست من نسخه بنویسم تو خیلی از استانا بود بودن آلبرتا چون قوانین استانی فرق داره اختیارات داروساز تو استان مختلف تو آلبرتا حتی برای مشکلای مزمن مثلا دیابت و اینا میتونن نظر بدن و نسخه بنویسن سال که میتونن ولی اونتاریو این قضیه ها. تازه اومد که برای ماینر المنت ما میتونیم بنویسیم ماینر المنت 11 تا شرایطی هستش که دیگه خیلی پیچیده نیست مثلا فرض کن اسید مده دیگه چیز خیلی خاصی نیست یا مثلا تبخال دیگه مشخص تبخاله اه. یا مثلا فرض کن که عفونت ادراری برای خانوما خیلی شایع است و دیگه همیشه هم با یه دارو تقریبا میتونه تیز بشه کنترل بشه تو سطح پایینش به خاطر همین اومدن اختیار رو دادن که دیگه یه مقدار حجم مراجعه به پزشکارو رو کم بکنن یه مقدار سویش بکنن روی داروخانه که هر کسی به خاطر مشکل ساده پا نشه بره پزشک و پزشک مقدار بره رو کیس های سنگین تر کار بکنه ولی این اختیار خیلی وقت شما... تو کانادا بود مثلا تو اونتاریو که اومد انگار که مثلا کل کانادا تیز شد درسته و آره. حالا شما الان پولم میگیرین اگه من بیا بگم مثلا من معدم درد میکنه بهم قرص بدی پول تجویز دارو هم میگیری به دولت یا نه بستگی داره اونی که خود واحد داروخانه بله میگیره مثلا 19 دلار شارژ میکنه دولت رو که من به سهیل نسخه دادم ولی این پول تو جیب من موقعی میره که من اونر اون داروخانه باشم اگه من اینکه برای کار میکنم به من بوسم نمیکنن هیچی <ścoughs> دیگه دیلی که با هم دارین دیگه شاید هیچی باشه شاید همش باشه دیگه, 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 دیگه همینا رو باید انجام بدی من کارمند اونم فهمیدم و حالا تو که الان به عنوان دکتر داروساز هستی نالج تو داروسازی هم هست یا نه فقط تو داروشناسیه ببین آها خود داروسازی یه سری زیرشاخه‌ای داره که تخصص بچه‌ها میرن میگیرن یعنی همونطور که پزشکی تخصص داره که وقتی پزشکی عمومی وقتی تموم میشه تحصیلاتش میتونه بره مثلا متخصص قلب بشه پوست بشه قدرت بشه هر چیزی داروسازی هم سه چهار تخصص داره خب ماها داروساز عمومی هستیم یعنی ما همون پزشکی عمومی طور تلقی میشیم ولی یه سری بچه‌ها میرن تو فیلد صنعت داروسازی که اونا وقتی وارد فیلد صنعت میشن میرن قسمت تو همون ساخت و ساز دارویی که مثلا فرض کن تو این قرص رو مثلا گرفتی گفتی که من این قرص رو میخوام به صورت لیکوید بدم بیرون آیا این قرص رو پوت کنم با آب قاطی کنم آب توان اینو داره که این قرص رو دقیقا بتونه خوب به بدن من برسونه یا اینکه بعد کلی چیز بهش اضافه بکنم یه رسیپی خاصی داره دیگه خب یا مثلا فلان دارو رو من میخوام تو مغز مثلا طوری چیز بکنه که از لایه سطح خونی مغزی عبور بکنه مثلا میخوام قرص اعصاب بسازم مغز یه دونه لایه خیلی خفنی داره نمیذاره هر چیزی واردش بشه و یعنی کلی عفونت و میکروب و اینا میومد توش دیگه خب داروها رو میان چوری دیزاین میکنن که از این رد بشه و بتونه به مغز برسه و رونس مص... گیرنده ها اثر بکنه خب ب... حالا برای اینکه این ساختار طوری دیزاین بشه که این اختیار باشه بازی داروسازایی میتونن باشن که طراحی دارو رو چیز بکنن یعنی هر داروی استراکچر کیمیکالی داره خب و من مثلا میگم که این این ساختار این داروه اگه این دو تا بازو رو از کنارش بکنم این اینجوری میتونه از این در رد بشه میدونی دقیقا به همین یعنی دیزاین این کیمیکاله این تخصص من نیست ولی کسی که میتونه توی شیمی دارویی چیز میکنه همین کارو میکنه چند سال بیشتر میکنه. بخونی که اون تخصص رو بگیره یا آدم تو تا ماکسیمم تا 5 سال باشه ولی میتونه تا 3 4 سال باشه حمید مال خودت هم که گفتی بین 5 تا 7 سال یعنی من 5 6 سال, تخصص... سال طول کشید تا تموم شه ولی تو ایران تخصص نخوندن خب بعد خب این داستان ایران بود بعد حالا واسه کانادا رو واسه بگو الان اومدی کانادا گفتی که میخوام داروساز شم میدونم داروساز کانادا, وقتی دارم. وقتی کانادا میان... گفت چی کانادا وقتی میای کانادا میگه که خیلی هم به نظر من حالا درست میگه حالا خیلی از افراد میان میگن که اوه چقدر سختگیری گیره اینا واقعا میان بچه‌ها تو پرکتیس میفهمن که این سخت گیره واسه کم هم بوده البته شیوه اجرایی که کانادا داره سخت میکنه بده یعنی بیشتر همه رو تو قالب امتحان و تست کرده باید توی شیوه عملی میبرده بچه‌ها رو بگردنه انیوی anyway. کانادا یک فضای کاملا متفاوتیه و کلی هم انتظار داره که داروسازایی که از همه جای دنیا میان including یو حتی از یو اس هم اگه میان برن توی سیکل امتحانه وارد بشن سیکل امتحانش دو تا امتحانش کتبیه که خیلی هم سخته هر دوش امتحان آخرش به صورت کیسه یعنی شما میری توی اتاقی هفت دقیقه وقت داره یه ساعت هم میزنن بالا اونجا تایم رو کاونت میکنی داورم اونجا نشسته سهیل میاد مثلا به عنوان مراجع کننده داروخانه من تو اون داروساز فرضی باید مشکلی که سهیل داره رو به شیوه ای که این داور میپسنده حلش بکنم که این امتحانش میگن آسکی بعد از بین این میان انتخاب میکنن که فلانی فیل شد کلانی پس کردش این همون چیزی که الان من اینجا به بچه های ایرانی هم تدریس میکنم حالا بچه اگه کسی اطلاعات بیشتر میخواد و اینا یوتیوب همین رو گذاشتم آره. توی اندسکریپشن نگاه کنید خیلی تو دیتیل همه اینا رو توضیح داده من فقط میخوام یه آنوسنگی بگیم آره یاد بگیم دکتره آها بعد پول بگم پول بگو تو ایران چقدر پول نمیاره اینجا چقدر پول خیلی من همین هم ویدیو یکی مونده با آخرم قبل از حالا شاید دو تا مونده با آخر یکی مونده با آخر با یکی از بچهای ایران صحبت کردم واقعا بد شده سو خیلی اصلا باورت نمیشه ببین بچههایی که تو ایران کار میکنن آخرین آماری که تو همین مصاحبه یکی از بچه‌ها به من داده بود گفت من روزی دارم 15 ساعت 14 ساعت کار میکنم برای اینکه داروخانه شبانه روزی هم هستن بچه‌ها میرن اونجا و تا صبح حالا نه اینکه بیدار باشن ولی خب یه ساعتی میرم میخوام ولی اون خواب خواب درست حسابی نیستش که یه تخت خیلی در و داغونی یا زمین مثلا جا میندازم میگه همینجا دراز بکش برد. بعد با همچین شرایط کاری ماهی مثلا 50 60 میلیون ولی خودشو رو میکشه یعنی طرف داره 6 روز تو 7 روز تو هفته داره 10 تا 12 ساعت کار میکنه در غیر این صورت میتونی هم هولاش فکر کنم 40 تا 50 میلیون برای چیز بکنی برای کسایی که داروسازی که داروخانه نداره به عنوان مسئول فنی میره اونجا میگه که اوکی من داروسازتون هستم و این شیفت رو کنترل میکنم انقدر باید کار بکنم توی نمیدم. اینجا ایران چی اینجا ببین ریت ساعتی میتونه داشته باشه و استانایی که نیاز کمتری دارن پول کمتری میدن استانایی که نیاز بیشتر دارن پول خیلی بیشتری دارن ولی رنجش رو در نظر بگیرید از کم کمش دیگه الان فکر کنم یه جامپی هم کرده از 45 دلار ساعتی میتونه باشه میتونه بره تا مثلا 90 دلار 95 دلار اگه شیفت شب باشه که تا 178 ده دلار هم میتونه ساعتی باشه تو خودت الان تو کدوم لولی من خودم تو لول ساعتی که مثلا چیز میکنم بین مثلا فرض کن هولوج 50 دلاره تو که در میاره توی ولی برای شاپر با شاپرز کار میکنم با شاپرز کار میکنم آره ولی خب شاپرز یه خیال راحته دیگه چون بیمه داره کمپانی قوی آره از این لحاظ خیالم راحته و دیگه مشکل مثلا فرض کن چون داروخانه فقط مشکلای گردوندن شیفت نیست سفارش دارو توضیحش خود کاستمر سرویس که تو کانادا میدونی چه هم مهمه این دقدقه هاش کمتره وقتی من خودم شاغل میشم جایی ولی چون کلا کار داروخانه به این صورت کلاسیک خودش خیلی ایدال من نیست من خیلی هپی نیستم با این شیوه یعنی من دوست دارم الان این کاری که اختیاری که تو بهترین حالت دارم تو ما توضیح دارم. بده جونم بیا بریم توی دنیای فرضی بهترین حالت تو توضیح بده حالت من خیلی نزدیکه بهتنان. خیلی نزدیکه یعنی تو 7 8 سال دیگه ممکنه اجایی بشه حالتش اینه که نسخه رو دیگه آدما نمیپیچن نسخه تو مثلا اوردر تو آنلاین میدی خب اوردر تو من از کامپیوتر میفرسته میره سیستمایی که خودشون سنترال فیل دارن و الان داره اجرا میشه نسخه آماده میشه بعد نسخه دیگه نمیاد توی داروخانه برای من من آردی میام چک میکنم همه اینا رو آردی چکاشو کردم توی اتاق پشت کامپیوترم هم میشستم همین رو وریفای میکنم که این دارو برای سوئل امنه میتونه داشته باشه مشکلی براش نداره بعد دارو میره توی میل باکسی میره توی صندوق پستوری و تو هر هفته که مثل کانادا پست میری اونجا مثلا این صندوق داری اونجا باز میکنی دارو تو برمیداری دیگه تمام بحثای مالیش هم آنلاین دیگه پس شده بعد من فقط تو خب بله با این منطق تو هم احتیاج نیستی دیگه من, احتیاج باید باید کامپیوتر بس... من احتیاجم برای اینکه من کاری که میکنم من هم میتونم الان نسخه بنویسم برای نه دو. اگه ای آی بنویسم چه شده؟ ای بنب... آی AI AI منو به من این ویدیو هم تو این رابطه ساختم ای آی آره خیلی میتونه جای منو خوب بگیره خیلی میتونه خوب بگیره من ادعایی ندارم نسخه بعد که نمیتونه خیلی میتونه افیشنت باشه ولی ای آی نمیتونه تصمیم گیری خوبی بکنه مثلا فرض کن ای آی به تو سه تا میده آره ای به تو آپشن مثلا تو فرض کن تو سوهل امروز اومدی تو آسپ داری خب بعد میای میگه که آقا من همین الان این نسخه که داشتم اسپری که بهم به دادیم افتاد از دستم رفت زیر ماشین ترکید خب من الان آسپ تو به ندیم من مردم ای آی اگه باشه چی میشه ای میگه نه بیمت الان پرداخت کرده من نمیتونم ران بکنم میدونی باید با پزشک صحبت هم. بکنی حالا بیان یواش یواش این مثال خیلی چیزیه ولی من میگم می که ولی من... پوینت رو میرسونه آره ولی تو مثلا میای میگم من مثلا پول همرام نیست من میتونم اگه تو پول نداشته باشی دارو تو بد ندم تو امشب جونت دو خطره میگم اوکی بس بگیر پولشو فردا واسه من میدونی یا مثلا این نسخه ای رو دکتر زده برات میگه که سوال مثلا این نسخه چون مثلا اعتیاد آوره من نمیذارم تو اینو زودتر از هفت روز یه بار بری داروخانه بگیری و ای اگه هست نمیذاره خودتون نمیذاره ولی من که هستم میگم مثلا فردا کانادا دی حواس چیز نبوده پزشکی نبوده که روز هفتم رو میخوره به کانادا دی دارو خونم بس از تو میمونی بدون دارو من میگم اوکی من 6 روز آزاد میکنم با پزشکی صحبت میکنم میگم که اوکی من اینو ل... چیزش کردم با اختیار خودم نقدش کردم نمیدونم ولی آره ای, آی خیلی جالب این داستانه میکنم. که ای آی و انسان با هم چیز بشن چون همون اگه توجه داشته باشی وقتی کامپیوتر اومد مثلا 30 سال 40 سال پیش آره. همه تو این تمام بودم که همه بیکار میشن هیچ کی بیکار نشد که هیچی همه کارشون اومد با چیز حالا ای ام همین راست میگی ای ام بیا دیگه تو نمیای رو بخونی میگی سوال چمنه میگه سوال 80 سال پیش یه قرص خورده بود اینجا حساسیت داد تو اوکی ناگن مثلا آمارش میاره میاره اینو میاره بعد میاره با 20 نفر دیگه سوهل مدل مقایسه میکنه میگه سهیل نوا A رو خوردن به جای B مثلا من ریکامند میکنم A آپشن بعدی B و تو نگاه میکنی میگی نه کسکش ای بس بریم همین الان میمیره مثلا به هر دلیل ها ای آی میدونی کجا میاد سوال خیلی نقش میذاره ما این سیستمی که داریم بهش میگن حالا من تو پزشکی نه ولی تو سیستم پزشکی سیستم ترایج هستش مثلا تو فرض کن ممکن یکی از این آدمایی باشه که با هر چیزی قش و ضعف میکنن و پاشی بری بیمارستان بدون دلیل خب تو میری جای آدم دیگه که اولویت زودتر از تو داشته میتونی اشغال کنی اگه ازت خوب چیز نگیرن هیستوری نگیرن مم. میدونی یعنی خودتو به قش و ضعف بزنی بعد من تو رو زودتر سرو بکنم ولی ای آی میتونه یک نرم افزاری طراحی بکنه که اصلا با تو زندگی بکنه مثلا تو بگی اوکی سوهی مثلا فشار خون داره هر روز بگی اوکی سوهی مثلا تو امشب مهمونی حواست باشه سالت برات ضرر داره تو میگه خیلی خوب من میدونم سالت برام ضرر داره بعد مثلا میگه که سوهی مثلا تو فشار خونتو مثلا سه چهار روز چک نکردی یه دونه دیتا به من بده تو مثلا امروز بهش دیتا میدی خب بعد که تو مراجعه میکنی با یه حال بدی توی سیستم بیمارستان دیگه من پرستار نمیام مسئول بگم سوال تو چند سالت فلان میگم اون کیتتو تو به من بده یا من میزنم. پس تو بزن کل هیستوریت برای من میاد و قشنگ دیگه ای آی اینجا موچتون میگیره که تو اگه داری قش و زف بازی هم در میاری میگه که نه سوال بعضیش خوبه کلا آماری که من ازش دارم فعلا بذار تو مثلا اولاد 20 و بعدش همینا با هم بس میشه تو دیگه اصلاً منو نمیبینی مون پزشک من اون پشت دارم برای تجویزو میکنم ای آی اومده قشنگ همینا رو توضیح میده بعد من میرم مثلا منم من کارم سعی را میفته آره تو هم میری داروخانه آقا این یو اس بی تو وصل میکنی به چیز داروخانه تمام پروفایل تو اطلاعات میاد منم دیگه اصلا نیاز نیست سوال بپرسم خب خیلی اینتراکشنمون کم میشه به خاطر این ظرفیت من یه سوال از همین حرفات واسم پیش اومد آره. خیلی بی ربط نمک چرا واسه آدم بده سدیم فشار خون آره. میمره بالا دیگه برای اینکه نمک وقتی تو بدن هست هر جا نمک باشه آبم میاد باهاش خب خب لوده بعد سیستم فشار خون مثل سیستم لوله آب میمونه وقتی خون چیز خب. بشه حجم سیاد بشه فشار وارد کنه این فشاری که به دیواره رگ وارد میشه میگن فشار خون که تحت دو تا عامل یکی ضربان قلبته خب. یکی هم این نیرویی که خون وارد میکنه به دیواره رگ خب تو وقتی سدیم این میبری بالا بدنت عادت میکنه که من هی خون زیادی باید نگه داشته باشم آب زیادی باید نگه داشته باشم پس کلا بدن تو بدن همچین به قولی پرفشاری میشه خونت همچین همیشه پروپیمون تو رگات جاری داره جاری میشه به خاطر همین نمک میتونه باعث فشار خون بشه در لانگ ترم بدن خیلی اسمارت کلی همیشه این سدیم رو بلنس میکنه از گت آف میکنه و هیچ وقت نمیذاره این فشار خون بشه ولی یکم کلیت خنگ باشه و تو هم از این من رایت نکنی دیگه یه هم میبینی که رفته فهمیدم رفته فهمیدم. من چون نمک زیاد میخورم ولی خب آبم خیلی زیاد میخورم ام. بعد هیچ وقت نشد مثلا مشکلی احساس کنم یه دکتری مثلا بگه حواست باشه و این اپا. ولی میخواستم ببینم مثلا باید چقدر حواسم باشه مثلا گفتن تو تو فشار و خون، چون مثلا فشار و خون خ... مشکلش اینه سایلنته یعنی هیچ وقت هیچ علائم آنچنانی نداره ولی چون ان پروداکتش میتونه سکته قلبی و مغزی باشه به خاطر این آدم باید همیشه مراقب باشه ریگاردلس همین که ایجش میره بالا برای اینکه ما سنمون سن که میره بالا جنس این لوله هایی که به عنوان رگ تو چیزمون هست سفت میشه سفت که بشه فشار خون خواهنه های مقدار بالاتر از اوریج میشه حتی اگه تو نمک هم نخوری <تصفح> به خاطر همین برای همین کاهش الاستیسیته که هست من باتری این گوشی میگه میگه کمه به خاطر همین باعث این کاهش چیز هست و ناخداگاه یک مقدار فشار خون با افزایش سه میره بالا ولی با اگه واچش بکنی باعث میشه که قافلگیر نشی آه من مثلا دیروز میخواستم نمک بزنم به خیلی خودمو جوری خودمو به زور گرفتم نمک آره اگه آره بتونید واقعا شکر و نمک دو تا چیزی هستش که واقعا مزخرف ترین چیزایی که حالا باز بین این دو من شکر رو انتخاب میکنم از اینکه خیلی مزخرف آره نمک بهتره باز بین این دو تا. شکر بهتره نه شکر بحش... نک بده افتضاحه شکر اصلا من چون نمک رو بیشتر دوست آره نه. نمک, نمک و... کلیه میگم یه جوری بالاخره نمک رو هندل میکنه ولی شکر رو وقتی تو ماچ بشه دیگه بعدا میگه من فقط چربی میتونم از این بسازم و این تازه کمترین حالت ضرر اینکه کیفیت پوست رو کم میکنه توی هورمونات مثلا اختلال به وجود میاره کلا یه اعتیادی به وجود میاره منتالی یعنی اعتیادی که حواست بهش نیست من خدا رو شکر با شوگر رابطه خیلی چیزی ندارم یعنی اصلا شکلات مثلا هفته یه بارم نخورم اصلا تو خوانم نی ولی نمک و دیوونشم یه بار دکتر دکتر گفتش که تو مثلا مامانم من برو دکتر لاغری بعد دکتر گفتش که تو عاشق شیکری مطمئنم گفتم نه من اصلا دوست ندارم که کیک تولد هم نمیخورم گفت پس دیوز چه جوری انقدی شدی <تصحیح> <تصحیح> من همیشه در حال کثافت خوری یعنی خوردن زیادم حالا یک از دوستام چند پیش دیدم به گفتش که دایت گرفته 4 ساعت غذا یه بار میخوره این 4 ساعت غذا میخوره بعد یه غذای سالم میخوره یه غذام شب میخوره ام. بعد تصمیم گرفتم دارم میرم کالیفرنیا تصمیم گرفتم از کالیفرنیا برگردم روی دیوارم 300 تا خط بکشم و هر روز یکیشو پاک کنم عادت تا خیلی امه. زود تموم میشه آره این 300 تا تموم بکنم این دایتا رو برم توش یهو یه وزنمو کم بکنم فقط و فقط و فقط به خاطر پاشا موموکای دیوس که بتونم هندلشون کنم نمیخوام بزرگشم بابای از این رو چرخا باشم و آه ماشی پیاده شم مثلا مثل بابای خودم باشم بس بس سمن... قبل از اینکه نگرانی برای قسمت های هورمون و حالا فشار خون و اینا باشه بیشتر از همه رو همون دقیقا فیزیک استراکچر این ستون فقراتی هستش که خیلی نحیف داره و تغییراتش میگم باز انقدر بدن باهوشه همه چی رو سعی میکنه هندل بکنه و توی تایمی متوجه میشه که این آسیب دیده که این مقدار شاید دیر شده باشه anyway, به حال سیستم هلسکیر کانادا همیشه ساپورت های خوبی رو از این لحاظ وجود داره ولی و آدم همیشه باید اول اول حواسش خودش باشه زانوها با... آره من الان آره زانو, زانو هر یه, پا... یه کیلو که چاق میشی سه کیلو فشار و زانو زیاد میشه واسه همین خیلی تاثیر داره و من خودم الان زانو درد گرفته بود چمق بیش کاری که کردم شروع کردم ورزش کردم با ورزش زانو قوی کردم میتونه دور هندل کنه ولی میفهمم که باید لاغرشم واسه همین دیگه دارم میرم واسه لاغری فکر میخوام میخوام پنجاه پون لاغرشم یه بار هم توی یه بار این کارو کرده بودی آره دی گفتی 80 خورده‌ای رسیده بودی اون بیشتر اون 80 پون لاغر شده سایزم شده بود میدیم فکر کنم من شده. مثلا من الان اکس ال هم این سه تا اکس دید رو لارج همونجه بود که گفتی تیشرت هایی بربری تو دور خواستم میگم خیر خواهد یه دونه خیریه تو برلینگتن هست بفرست بیاد این فقط گفتم سایز حیف شد نمیم سایز چیز بود خب پس اینجوری بس بخوای دکتر بشی باید یه هفت سال رو بخونی اگه بخوای بری تخصصیه 5 پنج سالی هم بکنی توش بعد میتونی تا سا ساعتی آب تو هفتاد هشتا دلار هم در بیاری این در صورتی ای که داروخانه دار... خودتو نزنین دیگه اگه بیزنس خودتو بیزنی دیگه قوانین ام ام. از بیزنس پیروی رو پی میکنه میدونی می یعنی تو میرید لوکیشنی انتخاب میکنی که میتونی پول در بیاری میتونی ضرر بدی آره آره لوکیشن خیلی مهمه yeah. تو کانادا تو ایران زیاد مهم نیست برای اینکه مردم برای خریدای دیگه هم مراجعه میکنن کسی که مریض نیستن به داروخانه مراجعه میکنه برای اینکه میخواد مواد آرایشی بهداشتی بخره ولی شاپرز راگ مارت اون قسمت فارمسیش فقط دارو داره یا حتی داروخانه شخصی هم دیگه نمیاد بیوتی بیوتی بوتیک نداره نه به خاطر همین فقط دارو فقط داروه اگه تو یه ذره موقعیت جغرافیایی تو بد انتخاب کنی بازی 100 درصد باختی بازی رو. آره من دوستم سه تا داروخانه داشت هر سه فروخت چون پول نمی آورد آره یه سوال داروخانه رو دارو چقدر پول نمیاره پول آره. اصلی کی داروخانه تو کانادا ایران کانادا کانادا آه. یه،, بحثی به اسم مارکاپه که همون چیز خیلی چیزیه به قولی معروفی که شما از هول سیلر یه چیزی رو میخری سودی میاد روش و میفروشی اون بهش میگن مارکاپ که خب مبلغ آنچنانی نیستش دیسپنسینگ فی هستش که نجات میده دیسپنسینگ فی به ازای هر یک آیتمی که توی نسخت داری حالا شاپرز اینجا نزدیکی 12 دلار <تصفح> کاسکو نمیدونم 5 دلار شارژ میکنن بعد آها. تو کانادا این سرویس های هم که ارائه میدیم خیلی خوب مثلا هم گفتم نسخه می 19 دلار واکسن میزنیم میزنی مثلا 13 دلار بعد همین زنگ میزنم به میگم وضعیت داروها چطوره دولت رو 60 دلار دوباره شارج میکنم و خوبیش همینه پولش آنی میاد تو حساب داروخانه میدونی چیزی نیستش که چون تو ایران که بدبختی که تمام داروسازا دارن این نسخه ها رو مثلا طرف بیمه است دیگه برگارو رو جمع میکنم مثلا میشه انقدر بیمه که مثلا میگه من داروساز طلب دارم از سازمان بیمه گر. اینا رو میفرستن سال دیگه پول میاد سال دیگه آره گاهی موقع بیشتر نه بعد تو ایرانی که پول بی ارزش میشه پول بی ها. همین داروساز تا جایی که ممکنه سعی میکرد حداقل تا جایی که من اون موقع درگیر این سیستم بودم اینطوری بود یعنی به محضی که آیتم جا داشت من بیمه بد ندم میگفتم نمیتونم بیمه بدم این مثلا ترجیح میدم نقد بفروشم دیگه چقدر جاده ولی اینجا نه اینجا دولت حواسش هست تو سری همون سانی. که من یا بیمه خصوصی طلب کارم یا بیمه چیز هر دو آنلاین رجیستر میکنم ولی اینطوری هم نیستش که مثلا بی باشه مثلا اون سیستمی که چیز میکنه از من آدیت میکنه من مثل تکس که آدیت میکنم میاد میگه که جا. آیتم مثلا فلان فلان, فلان مدارکش رو مثلا بفرست چقدر جالب پس داروخانه نمیتونه تصمیم بگیره میگه بگی مثلا من این دارو رو دارم میخوام 10 دلار میخوام 20 دلار به سفت کرده فرمتی... آزاده توی کانادا ولی توی همچین مارکتی که اینقدر رقابت زیاده آخه اون آدم چرا به تو بیشتر بده آها فهمیدم پس به خاطر رقابت قیمت سفت شده شما اون دیسپنسینگ فی رو بازی میکنی دیسپنسینگ فی هم خیلی سعی میکنم بازی نکنن یعنی اون مبلغی که شاپر سعی میکنن سعی میکنن درست و دیگه هم اونقدر ولی به تو من میتونم بازی بکنم با دیسپنسینگ فی هم. یعنی میتونم لغو بکنم ولی خب اگه لغو بکنم مریضمو برادت کردم و همه میگن واسه فلانی کردی واسه من چرا نمیکنی و دیگه دومینو تا آخر کج میره اینطور به خاطر همین اونم هم نمیصرفه دیگه یعنی واقعا که از سودای داروخانه حالا تو ایران که زیاد دیسپنسینگ فی زیاد نیست ولی تو کانادا روش حساب میکنن دیگه برای اینکه پرسونل و اینا همه خرج دارن دیگه من دو تا سوال دارم میخوام از تو بپرسم به تن آدمی که تو بپرسم میگین که آقا سرما خوردگی به سرما ربطی نداره درسته نداره نه خب اینو بچه دیگه دهن دکتر داروساز شنید دیگه واقعا نگین حالت اتفاق میفته میدونی شما یه حالت مثلا آبریزش بینی و اینا برای اتفاق میفته بعضی میگن سرماخوردگی ولی چیزی نمیکنه اون ریاکشن بدنه سرماخوردگی وایرس هستش که یا میگیری یا نمیگیری در به لباس رابطه نداره چقدر بپوشی نه no. ام... تازه چی لباس کمتر بپوشی کمتر ویروس میتونه بهش بچسبه احتمال سرماخوردگی کمتر هم میشه تکنیکلی ویروس از بینی میاد نه از بینی و از سنشاری میاد یه سوال دیگه داروی سرماخوردگی ایران بود ادالت کولد آره قهوه وقتی که تو دهنت چه اتفاقی تو بدن میفته که این کمک میکنه به سرماخوردگی یعنی توی این پوت چیه توی این پیت آدمای کوچولو با شمشیرن مگنزیوم که زیبرسون چیه داستانش من همیشه بچگی میخونم هم چی میشه تو بدن من جواب کلی رو بدم هر آنچه چه که تو میبینی به اسم کولد ساینس همون سرماخوردگی ادالت کولد هر چیزی که هست هیچی داروی ضد احتقان بینیه خب با یه زده اه. درد پس به سرم خورده نره فقط داره تو رو یه کاری میکنه که تو احساس کنی بهتر شدی احساس اون, اون گرفتگی بینیت از بین میره اون احساس پرشری که توی ساینسات به وجود میاد از بین میره اون حالت تب و خستگی هم که داری به واسطه اون مسکنش کنترل میشه این میشه سرماخوردگی بعضی مثلا پدر مادر ما میگفتن او مثلا سرماخوردگی داره شروع میشه بخور پیشگیری بشه اصلا همین مزخرف اصلا کاملا چرته به خاطر فقط اسمه من مثلا میتونم یه دونه دارویی بسازم که مثلا بیاد چیکار کنه مثلا جلوی حالا مثلا سرفه رو بگیره و بگم که مثلا کووید کش قانون به من اجازه رو میده اسمش رو بزنم کووید کش ولی این یه زادید سرفه است و چون کاستمر که مراجعه میکنه نمیدونه که بک‌گراند کار چیه میگه او من یه دونه کووید کش خریدم خیلی خوبه تو هم بخرم مثلا سرپد ردیف این دارو هستش اسمش چیه روز یه دونه میخورن جوای صورتی داره که مریض نشن همه شاپرز اون وسط گذاشته خیلی بخیر برای سر خوردگی جلوشو بگیره آره آره جوری سم این خودم... بزرگترین دوزی دنیا نیست <تصفح> من خودم خیلی تیزشم <تصفح> <تصفح> پایشم نمیدونم ولی آره میتونه باشه یه تحقیقایی داشتن اویدنس خیلی قوی نیست اصلا ولی چون من روزی که اینو دیدم تو توی قشنگ تو لندن درایز زدم دید دست دادم گفتم ده ادگر هر کی دیگه درست کردی آره چون قرص خوری درست شده. چه جنسینگ اینا داره که سیستم ایمنی تو کم قوی میکنه که میگه که سیستم قوی ایتون... آره ولی آره این نمیدنم. بازی با کلمات و مارکتینگ اصلا بعضی میرن تخصص این زمینه دارو سازی که آقا ما مارکتینگ این دارو چطوری بکنیم که بیاد جواب بده کیوا. آره بعد مثلا یه دارو هست مثل مثلا وایگ را بعد میگن یه مدل دیگه هم هست این یه مدل دیگه هم هست مثلا به اسم مثلا حمید آره همون مواد رو باید استفاده کنن چون فقط یه چیزی هست که تو بریزی توش مثلا تاثیر داشته باشه نه. نه نه اینطور نیست ببین همون چیزی که گفتم وقتی میخوان دارو رو چیز کنن به ای دارو دست میدن که بتون از اون در رد بشه خب برای هر دارو میتونم با این ساختار یکم بازی بکنن. و مثلا میگن که اسمشو میذارم و حمید حالا این دفعه میذارم امیر خب از یه خانواده ولی مثلا امیر اومده چیکار کرده مثلا این ادوانتج رو داره که مثلا با اگرا میخوری تو بدن تو 24 ساعت میمونه و 24 ساعت یا حالا کمتر میمونه و تو این تایم میتونی تو سکس داشته باشی و این جواب میده ولی امیر رو اگه بخوری این تو بدنت مثلا فرض کن نزدیک 48 ساعت و سه، تا 3 روز میمونه پس اگه روز اول پیش نیومد برات این همچنان هست روز دوم هم تو میتونی ادوانتج داشته باشی به علاوه مثلا سردرد کمتری میده چون مثلا ساید افکتی که فلان داره رو استرکچرش اومدن اصلاح کردن نه اینطور نیستش که راه یکی باشن ولی مثلا آیبو پروفین که همون ادویل بک کاسکو به اسم آیبوپروفین میشه اون دیگه یکی اون دیگه, دیگه اون یکیه دقیقاً دیگه. چون توشو میخونی زده مثلا 170 میلی گرم آی میگی یکی دیگه آره دیگه که بازی میکنه دقیقاً البته شکل آزادش اگه... هم هست مثلا فرض کن همین تایلنو یا همون آیپوبروفنی که میگی من میام چیکار میکنم میگم که مثلا من یه دونه ورژن معمولی میسازم که شما وقتی اینو مصرف میکنی یه ساعت بعد شروع میکنه تو بدن اثر کردن برای سردرد یا همچین چیزی جوابه ولی یه نفری که مثلا آرتروز مفصل داره هر روز و هر شب با این قضیه درگیره من میام چیکار میکنم یه دونه دیزاینی اون مانیفکتچر درست میکنه که این آرو... خیلی آروم و اسلو ریلیز میشه تو بدنت و تو مینتیننس بهتری در طول روز میگیری پیک نداره اینجوری که اول سر هم پس یعنی یه دونه قرصی که یکی هم هست نوع دلیوریش میتونه فرق بکنه دقیقا. به کمپانی ادویلی که, که جل داریم و ادویلی اوکی okay, فهمیدم زدی بخوام دمتون گرم چاکس